خب دوستان، دوستان عزیز فیسبوکی، میدونم دیروز از من خبری ندارید. من الان نگران نشید، باز اولا جاده ها که خلوته، در ثانی تلفن من پایه محکمی داره برای اینکه من هیچ توجهی به تلفن ندارم و تمام توجه هم رو جاده است، جاده هایی که تقریبا خلوته. ولی علت اینکه فکر کردم با شما صحبت کنم چون نیم ساعتی در راه خواهم بود و دلیل اینکه دارم میرم از خونه بیرون این هست که متاسفانه یکی از خانواده های بسیار بسیار نازنین ایرانی در اثر این شرایط جدید به هر حال متاسفانه به یه جایی رسیدن که زن و شوهر با صدای خیلی بلند و به قول بچه‌شون they were fighting داشتن جر و بحث میکردند و میجنگیدند و بچه ها که اینجا خب از طرف مدرسه بهشون آموزش میدن، تو جامعه میدونن و با دوستاشون وقتی صحبت میکنن این چیزا رو یاد میگیرن، بچه ها به پلیس تلفن زدن و پلیس آمده و خوشبختانه پرونده قانونی پلیس به خاطر آگاهی از این شرایطی که الان هست به سخت گیری همیشه عمل نکرده و خواسته که پدر و مادر بلا فاصله کمک های حرفه‌ای بگیرن و ما چون از طریق تلفن الان با مراجعین رابطه برقرار میکنیم، امروز صبح من با اینها یه جلسه طولانی داشتم که چگونه خشم و این احساس محبوس شدن در یک شرایطی که برای بعضی ها تحملش آسون نیست رو سپری کنن. با هم گفتگوی زیادی کردیم، جلسه خانوادگی بود، حتی بچه‌ای که به پلیس زنگ زده بود تو جلسه بود که ما از اون با اون گفتگو کنیم و بهش بگیم که کاری که او کرده کار بدی نبوده، کار غلطی نبوده، نباید به خاطر شرم سار باشه، او تلاش کرده با خرد و حکمت متناسب با سن خودش جلوی خطر بزرگتر رو بگیره. این کار رو با او کردیم، به مادر و پدر یه اینجا میگن گایدلاین یا یک دستورالعملی که این دوران رو چجوری بگذرونن، به دلیل اینکه همه شرایطشون جدیده و مردی که از صبح ساعت 7 بیرون میرفته 7 شب میامده و زندگی بسیار عریض و طویلی رو برای خانوادش درست کرده و الان تو خونه میمونه، نگرانه، هم تو خونه موندن رو بلد نیست، هم درآمد نداشتن رو بلد نیست، هم با بچه چگونه حرف زدن رو بلد نیست، هم در واقع تماس طولانی با همسر رو بلد نیست. به هر حال کار به اینجا کشیده. الان من دارم میرم به دلیل اینکه اینجا یک کتابچه‌هایی هست که به اصطلاح هندبوک بهش میگن، کتابچه‌هایی هست که باید روزانه برگش رو پر بکنن، به سوالات جواب بدن، لحظاتی که میرسن به اون نقطه جوش رو یادداشت کنن، چرا
چه عاملی سبب شد به اون نقطه جوش برسن، اینا رو همه رو یادداشت کنن که اون وقت خودشون یاد بگیرن خشم خودشون رو، به درجه قلیان رسیدن خودشون رو مدیریت کنن. خب این کار با تلفن، ما جلسات رو با تلفن من باهاشون طی میکنم که قرار شد 3 بار در هفته جلسه تلفنی داشته باشن، ولیکن الان دارم میرم مطب که این دفترچه رو، 2 نسخه رو آماده کنم براشون بذارم جایی که بیان بردارن و ببرن خونه و خودشون در فاصله روزها اینو پر کنن. بنابراین الان من دارم به سمت مطب میرم، ولیکن بذارید چند تا نکته ای رو که توی این دفترچه ها کمک میکنه با شما بگم که خودتون شاید بتونین جاهای دیگه دنیا که هستین و دسترسی ندارین یا به متخصص یا به این شیوه های عملی، چون اینجا در مراکز کنترل خشم از این دفترچه ها در اختیار افراد میذارن که کنترل رو درجه جوش خودشون پیدا بکنن و بدونن که چه موقع باید از میدان ارتباطی خارج بشن و خودشون رو آرام کنن و تکنیک هایی که خودشون رو میتونن آرام کنن داشته باشن. ببینید، بذارید بگم، اصل اول این هست که هممون بدونیم این روزها همه خلقشون تنگ، هممون بدونیم که ندانستن این که فردا چه خواهد شد در هممون یه مقداری اضطراب به وجود آورده. کسانی که مسئولیت‌های بیشتر دارند اضطرابشون هم بیشتره، یا کسانی که حس مسئولیت بیشتر دارند اضطرابشون هم بیشتره. اون وقت به طور کلی ما از ابتدای تولدم یه خلقیات متفاوتی داریم که واکنشمون نسبت به محرک‌های بیرونی، به خصوص استرس‌های بیرونی، از یکی به دیگری فرق می‌کنه. بنابراین ما می‌بایست در نظر بگیریم چند چیز رو. اولا ما هممون با هم متفاوتیم، در نتیجه سعی کنیم مقایسه نکنیم. نکته بعدی اینه که بعضی از ماها عادت داریم دائم حرف میزنیم و احوال درونی خودمون رو به دنیای بیرون گزارش میدیم. بعضی دیگر از ما نه، تو خودمون نگه میداریم تا مثل دیگه زودپز یهو منفجر میشیم. بنابراین این تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم، ولی ببینیم که چه کارهایی به هممون کمک می‌کنه. اولا این رو بدونیم وظیفه هیچ آدمی از بیرون نیست که مراعات ما رو بکنه. وظیفه خودمونه که مراعات خودمون رو بکنیم و به دیگران و به اطرافیانمون بگیم که چه وضعی داریم و ازشون بخوایم که چگونه به ما کمک کنن. یعنی مثلا من میتونم مرد یه خونه‌ای باشم که به همسرم بگم ببین امشب بیا یه ساعت بشینیم حرف بزنیم ببینیم که خب اینقدر الان تو حساب هنوز پول هست و این ماه باید اینقدر از حساب بره بیرون، این کمکی هم که من تقاضا کردم هنوز نرسیده، من دلهوره زیادی دارم، ببینیم که چی کار باید بکنیم، اگه چه اتفاقی بیفته ما چه کاری رو میتونیم از طریق پیشبینی انجام بدیم و یاری بگیریم، بگیم من به کمک فکری تو الان احتیاج دارم. من حتی از بچه های خونه میشه خواست
که الان که مثلا کارگر نمیاد خونه یا خونه رو کسی تمیز نمیکنه، حالا ما برای خانواده متوسط داریم صحبت میکنیم، بچه های خونه مسئولیت بردارن، تقسیم کنن، به جای اینکه هی هر روز سب کنیم و خونه شلوغتر و شلوغتر بشه، یهو یه روز بلند شیم سر همه داد بزنیم که مگه نمیبینین چقدر مفخورین، چقدر خیال میکنین اینجا هتله، کی باید اینجاها رو جمع کنه؟ نه، به جای اینکه صبر کنیم و بعد ملامت کنیم، از ابتدا قدم به قدم پیش بینی و هدایت کنیم. این مسئله احتیاج به این داره که ما انقدر متواضع بشیم که تقاضای کمک بکنیم از نزدیکانمون، از اطرافیانمون. بعد ممکنه در خانواده ها بعضیا با احتیاط تر زندگی کردن، یه پسنداز کوچولویی دارن و انقدر ما باهاشون نزدیکیم که میتونیم بگیم من میتونم حساب کنم رو تو اگر یه موقعی احتیاج داشتم، و نگران اینم نباشیم که به ما بگن نه، و اگرم گفتن نه با اونا دشمن نمیتونیم بشیم، فقط داریم یه پتوی امنیتی به وجود بیاریم. یه مسئله دیگه اینه که الان مادر پدرها خیلی هاشون نگران شدن که اگر ما هر دوی کرونا وایرس بگیریم و هر دومون بمیریم، بچه های کوچیکمون چی میشن؟ شما باید یه سبد امنیتی در خانواده، در نزدیکان، در کسانی که مورد اعتمادی شما پیدا بکنین که باهاشون گفتگو کنین، فقط برای اینکه ترس خودتون بریزه، و الا کرونا وایرس همرم اینجور که ما تخیل میکنیم درو نخواهد کرد. بعد مسائل دیگه ای که مطرح میشه اینه که ما یه عادت داشتیم یه مقداری از فشارهای زندگیمون رو با معاشرت و با دوستان بودن و جوک گفتن و غذا خوردن و کباب درست کردن و حالا برای اونایی که یه لیوانم مشروب میخورن مشروب خوردن و از اینا جبران میکردیم. حالا این از دستمون گرفته شده، مثل بچه‌ای که پستونک نداره، حالا باید عادت کنه خودشو آرام کنه، ولو به قیمت شست خودش. حالا شست ما که به ما آرامش ببخشه تو این دوران چیه؟ اولین حلقه ارتباطی که باهاشون زیر یه سقف زندگی میکنیم. بازی‌ها و سرگرمی‌های خانوادگی باید چیزی باشه که جای بازی‌ها و سرگرمی‌های بزرگتر و اجتماعی و خانوادگی رو گروهی رو بگیره. فکر نکنین بچه‌ها عذاب نمی‌کشن. نه، دقیقاً من می‌بینم در خانواده‌ها اونجوری که به من گزارش می‌کنن، بچه‌ها هم دارن کم کم دوستاشون رو میس میکنن، مدرسه رو میس میکنن، روتینشون رو میس میکنن، مادر پدر کم حوصله رو میبینن، مادر پدری که دیگه براشون اونجوری که قاقالیلی میگرفته نمیگیره، بیرون اونقدر که باید برن نمیرن، بنابراین اونا هم دارن اذیت میشن. با بار مسئولیت به حق روی دوش بزرگسالان بیشتر باید باشه. الان بهترین وقتی که برای بچه هامون قصه های بچگی های خودمونو، قصه های بومیمونو، قصه هایی که بچه ها دوست دارن بشنون، قصه هایی که ته همش امیدواری و پایان شب سیاه سفید است، این قصه ها رو بخونیم. وقت اونه که عکسای آلبوم نشده خانوادگی رو با کمک بچه ها آلبوم کنیم. وقت اونه که وقتی حس میکنیم داریم جوش میاریم، بگیم به بچه ها، به زندگی، به خانواده، به اطرافیانمون که من دیگه حوصله‌ام داره سر میره، دارم جوش میارم و بهترین کار اینه که الان بریم یه خورده بدویم. کی حاضره با من بیاد بریم بدویم؟ به هر حال یک شرایطیه که شرایط دلخواسته نیست، دلپسند نیست، دلپذیر نیست. هیچ کس هم از این شرایط نیست و استقبال نکرده، ولی شرایط ناخواسته ایه که پیش آمده. بنابراین بذارید من یه ذره سیستماتیک بگم که چجوری میشه این درجه، مثل درجه حرارت که حرارت بدن رو نشون میده، این درجه ای که حرارت
حسی و هیجانی و عاطفی ما رو نشون میده چجوری ملاحظه کنیم. ببین ما یه شرایطی داریم که توش راحتیم، اینو بذاریم درجه حرارت طبیعی بدن. بعد یه چیزایی شروع میکنه کم کم رو ما فشار آوردن، مثلا پرحرفی یه عضو خانواده یا ایمیل ها و نمیدونم فیلم ها و تکست هایی که هی خبر از اوضاع بد دنیایی میده و اینا هی کم کم ما رو نگران و نگران و نگران میکنه. این شروع میکنه یه کمی هیجان ما رو بالا بردن از اون وضعیت طبیعی که داریم. باید متوجه بشین که کی داره این بالا میره. بعد تو فرض کنید شما حسابامون رو نگاه میکنیم رو کامپیوتر، بعد مثلا افرادی که معمولا هنر اینو دارن که ما رو از حال خوب به حال بد بدل کنن، اینا یهو تماس میگیرن یا تلفن میزنن یا قصه های بی ربطی رو شروع میکنن بر ما گفتن. خودمون باید هی متوجه باشیم که از 37 چقدر داره میره بالاتر. ببینید تب بالاتر از 39 علامت خطره. بنابراین هر وقت حس میکنیم داریم میرسیم به یه جایی که دم خودمون رو میخواییم گاز بگیریم، همونجا باید تلفن رو ببندیم، کامپیوتر رو ببندیم، به کسی جواب ندیم، تلویزیون رو ببندیم، اخبار رو بعدو بذاریم کنار. مهمترین کارش اینه که اگر میتونیم مدیتیت کنیم یا تو هوای آزاد بریم راه بریم و تند راه بریم و تند راه بریم. و موقعی که داریم راه میریم یک قانون بزرگ طبیعت رو دائم تو ذهنمون حاضر کنیم و اون قانون طبیعت چیزی نیست جز این که همه چیز در حال تغییره، همه چیز در حال تغییره. ساعات روز تغییر میکنه، روزهای ماه تغییر میکنه، ماهای فصل تغییر میکنه، فصلهای سال تغییر میکنه، سن ما تغییر میکنه، همه چیز در حال تغییره. لذا با تکیه به قانون تغییر میتونیم بفهمیم این نیز بگذرد. سپس کاری که میتونه از تب ما کم کنه، مثل پاشویه یخ میمونه، اینه که ما به داشته هامون دونه دونه فکر کنیم، به داشته هامون فکر کنیم، اینکه الان کیا هنوز کنارمون هستن، کیا سلامتن، چه کارهایی رو هنوز میتونیم بکنیم و چه چیزهایی رو الان در اختیار داریم. به خودمون یادآوری کنیم، چون حافظه انسان مضطرب و ترسیده بهش کمک نمیکنه. احتیاج به یادآوری داریم، احتیاج به یادآوری داریم. بعد از این خیلی کمک میکنه که بیایم از پیاده روی یا مدیتیشن یه دوش آب ولرم بگیریم، یک چیزی که یه غذایی که دوست داریم، الان نگران نشیم که وزنمون بالا میره، یه غذایی که معمولا بهمون آرامش میده، اگه یه فنجون چای، یه فنجون قهوه است، اگر یه اسکوپ بستنیه، اگر یه میوه بریده شده است، از خودمون پذیرایی کنیم، از خودمون پذیرایی کنیم. و اگر کسی رو سراغ داریم که وقتی بهش تلفن میزنیم باغ دلگشاست، دلمون باز میشه، حتما این کار رو بکنیم و بذاریم مودمون یه ذره عوض بشه. وقتی دوباره تبمون رسید به حرارت عادی 37 درجه، اگر اهل گفتگو هستیم به نزدیکان و عزیزانمون که دورمون هستن بگیم که در 1-2 ساعت گذشته بر من چه گذشت، بر من چه گذشت، و اونها رو حالی کنیم که چگونه تب ما بالا رفت و چگونه
تب خودمون رو پایین آوردیم. من در اینجا برای اینکه نقش اون ملکه فرانسوی رو که گفت اگر نون پیدا نمیشه مردم کیک بخورن بازی نکنم، بگم که بعضی از خانواده ها رو من میدونم که شرایط بسیار بسیار سخت مالی دارن. بعضیا مجبورن به سر کار برن ولی اضطراب شدید دارن. تنها کاری که میشه کرد اینه که هر چقدر میشه یاری گرفت. اون کشورهایی که الان به ملتشون به مردمشون یاری میکنن کشورهایی هستن که حکومتهای نسبتاً دلسوز مردم دارن. در سرزمین ما هم که متاسفانه ثروتها به یغما میره و بدبختیها بین مردم تقسیم میشه. به هر حال هر چیزی که میتونه به ما امیدواری بده، یعنی میبایست ما از همه چیز استفاده کنیم برای اینکه فشار رو پایین بیاریم و شادمانی رو کمی بالا ببریم. دیگه من در اینجا چیزی به عقلم نمیرسه جز اینکه به شما عزیزان توصیه کنم بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. تا گفتاری دیگر.